سلام علیکم، سلام علیکم، حالتون چطور؟ خسته درساتون نباشین. آقا قسمت دوم، قسمت صفر رو ضبط کردیم، مقدمه صحبت کردم باهاتون، قسمت یک راجع به ضرایب کنکور صحبت کردیم و ضرایب امتحان نهایی. یه حرکت عجیب غریبی که داره سازمان سنج آموزش پرورش و سازمان سنجش با هم دیگه دارن میزنن و یه ضرایبی زدن. من خیلی دوست دارم بدونم که این 63 انتهاییش رو چجوری حساب کتاب کردن. من خیلی برام جالبه. به هر صورت من دوست دارم حالا مفصل راجع به این قضیه صحبت کنم. آقا دوران ما نبوده، تا 1401 هم نبوده، بچه‌ای که کنکوری 1402 به بعد هستن این داستان رو باید خوب توجه کنن. آقا امتحان نهاییاتون قبلا ما مدرسه مثلا بچه زبان انگلیسی ضریب دو بود، بعد مثلا فارسی ضریب 4 بود، مثلا زیست ضریب 4 بود، عربی 2 بود، همچین چیزه. این ضریبا عوض شدن، الان این ضریبا عوض شده و به این صورت که الان بهتون دارم میگم مثلا فارسی ضریبش برای بچه های تجربی شده 21 و 63 صدم. نمیدونم حالا چی رو میخوان در این ضرب کنن، نمرت از 20 رو میخوان در این ضرب کنن، یا مثلا به قول رئیس سازمان سنجش میگفت که مثلا تا نهایی میخواد بشه از 100 نمره سوالات کوتاه و جوابای کوتاه، سوالات رو و جوابای کوتاه. نمیدونم از 100 نمره میخوان اینو ضرب کنن یا اینکه از نمره 20 رو ضرب کنن، دقیق نمیدونم. فقط این ضریب رو گفتن که ما اهمیت دروس‌ها رو بدونیم. عربی و زبان انگلیسی خب طبق معمول دوران دبیرستانمون هم اینطوری بود دیگه، این دوتا کمترین ضریب رو داشتن. اینجا تقریبا کمترین ضریب رو دارن. عربی ضریبش 9 تقریبا و زبان انگلیسی ضریب 11 است. یعنی نشون میده که انگلیسی الان نسبت به عربی اهمیت بیشتری داره. حواستون به این قضیه باشه. اینا بحثیه که تو امتحانای کنکور حذف شده، عمومی نمیادا. ما راجع به امتحان نهایی داریم صحبت میکنیم. علوم اجتماعی یه درس خیلی ساده ای که بچه‌ها امتحان نهاییشو ول میکردن، میگفتن آقا این تک درس تا سالای گذشته. ولی اگه یادتون بیاد من یه پست درست کردم، گفتم روند 402 یه جوریه و این صحبتی که سازمان سنجش داره درست انجام میده یه جوریه که حس میکنم داره ترازتور میگیره و احساس من این که سلامت و بهداشت و هویت و اینا بیاد که مشخص شد که واسه امتحان نهایی میاد. علوم اجتماعی الان ضریب 2.5 داره، یعنی کمترین ضریب مال اینه. از دروس تخصصی خیلی جالبه، فارسی تو امتحان نهایی 21 ولی ریاضی تو امتحان نهایی ضریب 6.8، یعنی ضریب 7. یعنی فارسی و دینی ضریب 21 و 16 است ولی تو امتحان نهایی زیست ضریبش 12 است. فارسی ضریبش 21، زبان ضریبش 11 است. البته سلامت بهداشتم یادم رفت بگم ضریب 3.5 داره تقریبا، ولی فیزیک ضریب 6. یعنی فارسی 21، دینی 16 ولی فیزیک 6 و شیمی هم 9.9، تقریبا 10 در نظر بگیرید. این ضریبای رشته تجربی حالا میخواین داشته باشینش، میتونید تو اینترنت ضریبای سوابق تحصیلی رشته خودتون رو سرچ کنید میاره بالا. بچه‌ی رشته ریاضی هم عمومیاشون دقیقا مثل تجربی هاست، فقط تخصصیشون حسابان ضریب 7.8، هندسه ضریب 4.6، گسسته 3.9، فیزیک 11.1 و شیمی هم 7.5 تقریبا. این از بچه های انسانی هم اگه بخوام بهتون بگم، بذاریم من بیارم این ضریبا حفظ نمیشه بدبختی، اینقدر اعشار داره. بچه های انسانی فارسی 21، دینیشون چون چند درس بیشتر از بچه های رشته ریاضی و تجربی دارن ضریب 19 گرفته. حواستون باشه اینجوری که دارم من میبینم امتحان نهاییتون فارسی و دینی رو خراب کردین، کنکورتون عملا هیچ دیگه. قابل توجهی کسایی که همش میگفتن که امکان نداره فارسی رو حذف کنن، امکان نداره دینی رو تو کنکور حذف کنن، حذفش کردن ولی تو امتحان نهایی انقدر تاثیرش رو بردن بالا که حد نداره. زبان انگلیسی 11، سلامت و بهداشت 3، یعنی تو انسانی سلامت بهداشتم امتحان داره واسش واسه نهایی. آمار 6، علوم و فنون 7.8، عربی 5.1، تاریخ و جغرافیا 7.6، جامعه شناسی 7 و فلسفه 5.1. حواستون باشه دیگه مثل قدیم نیست نمره مهم باشه. حواستون باشه مثل قدیم نیست می اومدن نمره فلان، اینا دیگه ترازه.
تراز تاثیر مستقیمه. حواستون به این قضیه باشه، تاثیر مستقیمه. یعنی الان یه جور بهت بگم نمره کنکورت رو میان میکنن تراز، چیزی که همیشه داریم میبینی، تراز چند فلانی که تو کنکور دادی، من ترازم 9000، تراز تو چنده؟ 10000، تراز تو چنده؟ 9500. این تراز کنکور سراسری بود. الان امتحان نهایی شما یه تراز داره، یعنی نمره شما ضرب در ضریب میشه. حالا نمیدونم سختی هم ضرب در سختی سوالات میشه یا نه، هنوز راجع به اینا صحبت نشده. اونم یه تراز میگیره، 60% کنکورت از امتحان نهایی برای کنکور 402 و 40% واسه ارزم به حضورتون کنکورتونه. این از این. و نکته پایانی هم بهتون میگم، اگر این ویدیو رو بچه های نهمی، دهمی و یازدهمی دارن میبینن، حواستون باشه این خرداد 402 آقا این خرداد 402 اصلا من خواست بگه خیلی مهمه حرفی که دارم میزن. این خرداد 402 امتحان نهایی ندارین بچه های دهمی و یازدهمی. خرداد 402 امتحان ندارین، یعنی نهایی ندارین بچه های دهمی و یازدهمی. ولی خرداد 403 بچه هایی که پایه دهمن و بچه هایی که پایه یازدهمن امتحان نهایی دارند. گوش بدین به حرف من، حواستون باشه. بچه هایی که الان نهم هستی، سال دیگه خردادی که میخوای امتحان دهم بدی امتحان نهایی داری. بچه‌ای که الانی دهم هستی، خرداد دهمت نهایی نیست ولی یازدهمت نهاییه. یازدهم که فرقی نداره، میان دوازدهم نهایی دار. این از این. مواظبت کن خودتون، خیلی زیاد راجع به این قضیه صحبت کردیم، امیدوارم مشکلی چیزی نباشه. فعلا.